استودیو برگشتیم به اتفاق در واقع همکاران عزیزم، همسر عزیزم سالمه جان، برادر عزیزم سام و همچنین خواهرم فرزانه جان. در واقع امروز اینایی که اینجا نشستن همه تیمی هستن که از کالیفرنیا اومدن به اینجا و میشه یه جورایی گفتش که از بچه های قدیمیه در واقع این مینیستری و این خدمت هستن که به جای علی کریمی اومدی. البته اینا مد نظر داشته و ایسام از اینکه جای علی کریمی کسی نمیتونه پر بکنه و خدا رو شکر برای علی کریمی و برای همه پرسپولیسی‌ها و البته برای همه فوتبال دوستان عزیزمون. ما قراره که اینجا فارغ از رنگ و اینها همه رو دوست داشته باشیم و حقیقتا هم همینطوره. حالا علاقه شخصی داریم مسلما، منم که نمیگم طرفدار چه تیمی ام، اما خب شما هم که نمیدونید البته، اما حقیقتا اینه که جدی میگم، اینو خارج از شوخی، همه عزیزان رو دوست داریم و هر گلی یه بوی مخصوص به خودش داره. اما امروز با عزیزانم اینجا هستیم، قراره که یه سری در واقع گفتگوی خاص با هم دیگه داشته باشیم و این گفتگوی خاص رو در واقع من میخوام به این ترتیب آغاز بکنم. میدونم که هر کدوم از شما عزیزانی که بیننده برنامه های ما هستید، کلیسای هفت رو نگاه میکنید، برنامه های شبکه هفت رو دنبال میکنید، دوست دارید بدونید که خادمان شما چه کسانی هستند، چه روحیاتی دارن، چه مشخصه های اخلاقی دارن، زندگی شخصیشون حتی به چه صورته، عادت های زشتشون چیه. و خلاصه قبل از برنامه کلی به من گفتن که آقا سوال های سخت سخت نکنی یا یه وقت خلاصه خرابکاری نکنی. گفتم آقا ما هدفمون که این نیست که برای مایر مدرک اومده امروز. هدفمون بنا و سازندگیه. من عادت زشتم دارم. خدا رو شکر. میخوام اینو خدمت شما بگم که خدا رو شکر عرضم بزرگ شما که امروز میخوام کمی بیشتر با این عزیزان شما آشنا بشید و آشنا هستید، منتها یه کمی حالا میخوایم شاید سوالای خودمونی تر ازشون بپرسیم و میخوام همینجا با خواهرم فرزانه شروع بکنم. خواهر فرزانه عزیز، شما چند ساله که در این خدمت مشغولی؟ از سال 2003 یعنی الان 11 ساله که شما توی این مینیستری مشغول خدمت هستی، خدا رو شکر. اولین باری که کشیش هرمز رو دیدی کی بود؟ سال همون 2003 که وارد آمریکا شدم. وقتی وارد من شنبهش رسیدم آمریکا، روز یک شنبه رفتم کلیسا، اولین کسی که جلوی در دیدم کشیش کامیر بود و خیلی هم با روحیه خیلی خوب از ما استقبال کرد و اون روزم کشیش هرمزم موعظه داشتش و اون روز اولین بار بود که من کشیش هرمز رو تازه توی کلیسا دیده بودم و خیلی هم هیجان زده بودم و اصلا هم روم نمیشد که بهش نزدیک بشم، چون کشیش هرمز چون نمیشناختمه، شخصیتش رو نمیشناختم چجوریه. وقتی که میره بالای منبر موعظه میکنه قشنگ با اقتدار مسیحه، ولی وقتی که از اون بالا میاد پایین خیلی ساکت، خیلی آروم. اصلا میگم که چقدر این فرق کرد، مثلا الان من میتونم بهش نزدیک شم یا نمیتونم بهش نزدیک شم. خلاصه به مدت شاید بگم 3 تا 1 شنبه همیشه دوست داشتم برم باش حرف بزنم، ولی هیچ وقت نتونستم چون روم نمیشد، خجالت میکشیدم، نمیدونستم میتونم نمیتونم. ولی برعکس کشیش کامیل از همون روز اول باهاشون برخورد کردم و خیلی هم خب شخصیت‌های متفاوتی هم دارن با هم دیگه، یعنی اصلا حالت‌هاشون برخورداشون که شما کلن خیلی آدم برونگرا و آدمی که اصلا خودش بیاد شور و هیجان اینا، ولی وقتی بری باش در صحبت رو باز بکنی من ببینی چقدر نرم و چقدر لطیف و چقدر دلنشینه و چقدر صحبت کردن باهاش لذت بخشه. یعنی باید اول بشناسیش بعد بهش نزدیک میشی و اونجاست که خیلی راحت تر میتونی درکش کنی. حالا یه سوال دیگه، روزی که رفتی توی در واقع اون کلیسا و کشیش هرمز اون بالا دیدی، آیا روزی چه فکر میکردی همکارش بشی؟ هیچ وقت اصلا فکر نمیکردم که یه روزی بخوام که خدمت رو این شکلی شروع کنم، ولی همیشه آرزوی خدمت کردن به مردم رو داشتم ولی نمیدونستم چجوری، چون که از اون اول قبل از اینکه مسیحی باشم همیشه دوست داشتم مردم رو خدمت کنم، دوست داشتم کمک کنم، بینشون باشم، ولی به خاطر یه سری شخصیت هایی که من داشتم که از خدا نبود نمیتونستم اون خدمتیه که داشتم رو ارائه بدم به درستی و همیشه خراب میکردم. ولی وقتی در مسیح قرار گرفتم اون دل منو خدا قشنگ ترمیم کرد، درستش کرد، شخصیتمو درستش کرد و اجازه دادش که
بتونم در اون شخصیت درست مردم خدمت کنم. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم، واقعا فکر نمی کردم که یک روزی من اینجا باشم و وقتی ازم میپرسی چند ساله بگم 11 سال، میگم 11 سال گذشت، اصلا باورم نمیشه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم، هیچ وقت. هیچ وقت. اما بیایم سراغ برادر سام عزیز. برادر سام شما چند ساله که دارید این خدمت؟ من از ژانویه 2006 در واقع شروع کردم به خدمت کردن توی این خدمت. خدا رو شکر از ژانویه 2006. بله. قبلش هم که البته جاهای دیگه خدمت می‌کردین دیگه. نه قبل از اینکه، نه خدمت مسیحی منظورم نیست. تو دنیا اینا کنی کار می‌کردی؟ بله بله بله. من توی تلویزیون آپادانا شروع کردم کار تلویزیونی رو. قبل از اون خب کارهای دیگه داشتم، خیلی کار تو آمریکا کردم. ولی قبلش تلویزیون آپادانا بودم، یک سال و نیم اونجا کار می‌کردم. بعد شروع کردم با شبکه محبت. اون موقع تازه هنوز محبت شروع نشده بود، داشتیم آماده میکردیم استودیو رو که شبکه محبت شروع بشه و ما رفتیم اونجا شروع کردیم توی اون استودیوی کلیسا. گفتی خیلی کارا تو آمریکا کردم. برای جوانایی که الان دارن برنامه رو نگاه میکنن، آیا چون راستش بخوای یه چیزی که معمولا خیلی جوانا تو ایران تصویری که از آمریکا دارن، این فیلمای هالیوود رو نگاه میکنن، مثلا نگاه میکنن طرف ماشین کورسی داره، میاد تو خونهش دگمه میزنه، یه اینجوری جعبه میره بالا، گلاس شامپاین میاد بیرون، بعد میره طرف تو جکوزی میشینه، یه نفر میاد شونه هاشو اینجوری میگیره، بعد یکی مثلا اینجوری با سینی میاد مثلا کوکتل میگو براش میاره، بعد همه اینا بود همه بره همه اینو دقیقاً همینجوری که شما توضیح میدین مدرک دارن فیلمای هالیوودی. میخوام ببینم که حالا اون تصویری که از زندگی واقعی تو آمریکا هست به عنوان یه جوانی که شما 15-16 سالت بود اومدی آمریکا، درسته؟ بله من 15 سالم شده بود دقیقا. وقتی وارد آمریکا شدی خب درس خوندی و بعد از اون چون زندگی تو من میدونم که بچه بودی که همیشه خب کار کردی، روپای خودت بودی و مستقل بودی، و حالا به من اینو بگو، تصویری که از زندگی آمریکا داشتی به عنوان کسی که الان که تو موقعیت خدمتی، میخوام حالا برگردم یه فلش بک بزنم به گذشته زندگی. من خب از همون موقعی که اومدیم آمریکا، وقتی وارد شدم سال 2000 بود، نوامبر سال 2000، الان که گفتین از فرزانه جان پرسیدین یادم اومد. و بعد مامان منو، ما روز جمعه رسیدیم، بعد روز یک شنبه مامان ما رو برد کلیسای جماعت ربانی برای جانسون توی سنهوزه، و اونجا رفتم و به خاطر اینکه یه نفر اونجا دیدم، حالا از اون شخص خوشم اومد، هر هفته میرفتم کلیسا، هر هفته میرفتم کلیسا و بعد با کلیسا آشنا شدم. از همون اول، اولین باری که کیش هرمز و کشیش کامل رو دیدم دسامبر سال 2000 بود، برنامه کریسمسی داشتن توی کلیسا ایرانیان و رفتیم اونجا. جاتون خالی با کشیش کیوان، من جوونا رو صدا کردن، رفتیم طبقه بالا با کشیش کیوان. چقدر هم خوش گذشت. کشیش کیوان از الان دیدن تو تلویزیون؟ بله بله بله، بارها دیدن و اومد یه بارم رو اسکایپ. بله و رفتیم اینجا هم بود کشیش کیوان تو استادیو با کشیش هرمز هم مصاحبه کردم. من یادم رفت پیریه دیگه بعدم آیا خلاصه رفتم اونجا طبقه بالا با کشیش کیوان. اونجا بود که اولین بار کشیش هرمز و کشیش کامل رو دیدم. سن 16 سالگی شروع کردم به کار کردن توی یک فروشگاه بزرگ به نام مروینز که الان اصلا ورشکسته شد و بسته شد. آره دیگه نیست مروینز. دیگه نیستش. و اونجا من موقع درس هم می‌خوندی؟ دبیرستان بودم. با دو چرخه یادم می‌رفتم دبیرستان، بعد می‌برم جلوی کار پارک می‌کردم، یهو دو چرخه‌مو دزدیدن. آقا پیاده تا خونه رفتیم، یک ساعتی تو راه بودیم. بعد یالم نمیره هیچ وقت، یک کلمه انگلیسی بلد نبودم آقا، فقط هلو بعد دبلیو سی. اصلا دبلیو سی هم چه کسی به کار نمیبره که، فقط تو ایران به کار میبرن، چون که از انگلیسی انگلیس یاد گرفتم، اون بریتیش در واقع. تو دبیرستان که رفتم، بعد از اینکه دو هفته اومدیم امریکا رفتم دبیرستان، رفتم دبیرستان و اولین کلاسی هم که داشتیم دو تا جوان ایرانی تو دبیرستان بودن، گفتن مدیر مدرسه صداشون کرد، گفت آقا بیاین به اینا نشون بدین دبیرستانو، به این پسره نشونش بدین که کلاساش کجاست و فلان. اونم خیلی کلاس گذاشتن که آقا ما اصلا فارسی بلد نیستیم، اینجوری میگفتن ما فارسی بلد نیستیم، این کلاس اول، این کلاس دوم، این کلاس سوم، بیا برو. بعد ما هم ما رو بگو وسط همه آمریکایی مونده بودیم، دبیرستانی هم بود که خارجی توش خیلی کم بود. خلاصه هیچ چی دیگه، زنگ آخرمون ورزش بود، یه خانم جوون معلم ورزش ما از ایران اومدیم ما از ایران اومده بودیم، بعد معلم ورزشمون یک خانم جوان، گفتم بابا یعنی چی اصلا از ایران پا شدی جمهوری اسلامی ایران اومدی تو امریکا معلم ورزش آمریکا؟ کلاس اولمونم فوتبال آمریکایی بود، من فوتبالی که تنها فوتبالی که میدونم فوتبال خودمون بود. خلاصه 20 دقیقه برای من توضیح داد که فوتبال یعنی چی، منم همینجوری فقط داشتم می‌خواستم یک کلمه از این خانم بفهمم که داره چی میگه به من. واسه هیچ چیو متوجه نشدم. فرداش لباس گرفتم اومدم رفتم تو زمین، اینا توپو من پاس نمی‌دادن، بالاخره توپو من پاس دادن، منم مثل مرغ رو زمین جمعش کردم و گرفتم تو بغلم و ده بودو همو میدویدیم، دیدیم کسی دنبالم نمیاد. نگو که اینا وقتی میزنن پشت کمرت یعنی که بعد وایسی،
چون که فوتبال آمریکایی تکل میکنن یه تکل میکنن، ولی به خاطر اینکه تو دبیرستان به خاطر محافظت و اینا چون که لباس ایمنی نمیپوشی، به جای اینکه تکلت بکنن میزنن پشتت. ما فکر کردم میگه دمت گرم بودو. آقا ما رفتیم تا ته زمین، بعد دیدم که اینا هیچ کس پشت سرمون نمیاد. نگاه کردم دیدم همه افتادن رو زمین دارن میخندن. من که نمیدونم چرا، بعدا فهمیدم بعد از یک سال که بابا اینا داشتن میخندیدن به تو، چون که آخه اصلا دیگه بازی نکردم بعد از اون روز. بعد زبانم که خوب شد، یاد گرفتم قانونای فوتبال آمریکایی رو، تازه فهمیدم چه اشتباهی کرده بودم. خلاصه بعد از اونم رفتم یه جا دیگه کار کردم، بعد از 2 سال کلیسا رو ول کردم، رفتم تو کارهای دنیا و فروشگاه کار کردم، تلفن فروختیم، دمپایی تلفن فروختیم، بعد عرضم حضور تلویزیون کار کردم، شرکت کامپیوتری کار کردم، همه این کارها رو کردیم تا رفتم سال 2004 نه 2000 آره اواخر 2004 بود تو تلویزیون آپادانا، یعنی کار تلویزیونی شروع کردم. هیچ وقت فکرشو می‌کردی زمانی که وارد آمریکا شدی، هیچ وقت فکرشو می‌کردی که یه روزی به عنوان یه خدمتگزار مسیحی، اولا فکر می‌کردی اصلا مسیحی بشی، تازه اینکه بعد از اینکه حالا مسیحی شدی خدمتگزار مسیح بشی و بیای مثلا یو از طریق تلویزیون بری و برنامه‌های. یه چیز جالب براتون بگم، چند سال پیش تو کالیفرنیا که بودیم با حنیف جان، جاتون خالی، یه روز رفته بودیم با هم بیرون، من حنیف، بعد رفتیم یه جایی با هم دیگه، اسمش بود تاکسی برگر، سم میشناسه، رفتیم جاتون خالی همبرگر داشتیم با هم می‌خوریم. حنیف این چیز جالبی به من گفت مثلا 3 سال پیش هیچ وقت فکرش نمی‌کردم، گفت نمی‌خوام بگم من آدم مهمی ام، فقط می‌خوام کارهای خدا رو بگم. گفتم ها. گفت فکرش می‌کردی مثلا 3 سال بعد از این تاریخ با حنیفی که مثلا تو تلویزیون می‌دیدی مثلا داره شعر میگه و میاد پای تلویزیون برنامه اجرا می‌کنه، مثلا تو یه دونه همبرگر فروشی تو آمریکا نشسته باشی، مثلا کنار اتوبان که بغل اتوبانی هم بودی همبرگر فروشی نشسته باشی تو این مغازه و مثلا با هم دیگه همبرگر بخوری، خندم گرفت. گفتم نه هیچ وقت. و حالا حکایت دقیقاً همون سواله. آیا هیچ وقت فکرشو می‌کردی که اون سامی که اومد اینجا و تو اون شرایط و تو اون داستانا و جوانی، با اون جوانی به قول فرزانه جان حالا بیایی و به عنوان خدمت کنی؟ بله، من از قبل از که به دنیا بیام میدونستم. میدونستم خدا رو شکر. البته این حالا نمیگم بقیه شما هم بگم که به چه دلیله، ولی خب نه من هیچ وقت فکرشو نمیکردم که بخوام توی خدمت باشم تمام وقت. اصلا میگم یه جورایی انگار خداوند همه چیزو فراهم کرد. حتی رفتن من توی تلویزیونم وقتی الان نگاه میکنم میبینم خداوند داشت منو آماده میکرد برای خدمتی مثل امروز که الان توش هستیم. خودم هیچ وقت به شخص نفکشو نمیکردم، فکر نمیکردم شما مثلا بخوام دیگران رو خدمت بکنم، ولی الان که میبینم تو تمام اون مشکلات وقتی نگاه میکنم دست خدا رو میبینم، مثلا کاراش واقعا عجیب و زیباست، چطور همه مهره ها رو چید کنار هم دیگه. حتی توی مشکلاتم، درسایی که گرفتم، یه بار یادم با فرزانه جان از تلویزیون سال اول بود که شروع کرده بودم، داشتیم رانندگی میکردیم بریم فرودگاه دنبال یه عزیزی، فکر کنم کشیشمانی داشت میومد، داشتیم میرفتیم، بعد تو ماشین که نشسته بودم برای فرزانه شروع کردم این مشکلات زندگیمو گفتم که خدا چیکارا کرده. گفت مطمئن باش خدا از تو استفاده میکنه. اون موقع من فقط میومدم دوربین چی بودم در واقع، برام گفتم آخه مگه میشه؟ بعد فرزانه گفت مطمئن باش ببین خدا یه روز استفاده خواهد کرد. الان که میبینم واقعا همینطور بوده، خدا رو شکر. حالا راجبه اونجا که گفتی دو تا ایرونی ها تو مدرسه گفتن ما فارسی بلد نیستیم و اینا، یه ماجرای خنده دارم یادم افتاد، گفتم اونم بگم برای مردمم جالبه. خب گاهی وقتا بزرگنمایی رو ما دوست داریم و دوست داریم که یه وقتایی شلوغش کنیم، و بعضی وقتا عزیزانی هم که تازه از ایران میان بیرون بعد از یه مدت کوتاهی فارسی خب از یادشون میره طفلی ها دیگه، چیکار کنن؟ خب تمرین نداشتن. یه خانومی 6 ماه بود از ایران اومده بود بیرون، دختر خانم بزرگسال، و بعد یه روز خونه ی عزیزی بود و می‌خواستن داشتن غذا درست می‌کردن که بیارن بشینن سر سفره، بعد گفتش که اون قرمزیا که خورد می‌کنین می‌ریزید تو سالاد، از اون قرمزیا ندارین، هی نشونی داد. بعد گفتن که منظورت گوجه فرنگیه؟ گفت بله، تومیتو. بعد یه طرف ازش پرسید، گفتش که ببخشی شما چند وقت از ایران اومدین بیرون؟ گفت من 6 ماه اومدم بیرون. گفتم خسته نباشی. خلاصه عرض کنم به حضور شما که دوستان شما هم اونم تفلیا احتمالاً چند سالی بوده که بیرون بودن و فارسی بلد نبودن. یه سالی بود تقریبا.
خب خدا رو شکر. اما بریم یه سوال خیلی مهم میخوام از شما بپرسم سالمه جان. سالای سخت سخت شروع شد. آیا 18 سال و نیم پیش هیچ وقت فکرشو میکردی که با یه مرد خوشتیپی که بعداً اسمش میشه کشیش مهیار ازدواج بکنی و این در واقع برکت رو خدا به زندگی بده؟ با فروتنی کامل پرسیدن این سوالو. یه چیزی براتون میگم حالا جالبه. نه اون که فکرش نمی‌کردم، ولی من تو دانشگاه بودم، سال اول دانشگاه من هیچ وقت این کارو نکردم. من یه بار یه شیطونی کردم. اومدم رفتم با یکی از بچه‌ها رفتم چه فالگیر. بعد که حالا مثلا فالو بگیره و ببینیم داستان چیه. به من گفتش که حالا اون زمانیه بوده که شما داشتی حرفشو میزدی و من خبر نداشتم. حالا اینه میگیم فالگیر، دلیلش هم بعد میگم که چرا میدونست فالگیره. برگشت گفتش که شما یه نفر میاد برای همسری، قدش خیلی بلنده، اول اسمش مهیاره، میمه، اول اسمش میمه و 27 سالشه و شما هم زندگیتون توی اصفهان نیست. حالا خب چرا میدونست؟ خب این آقا تو بهره من بود. عزیزان این برنامه خودمونیه، حالا شوخی هم میکنن دوستان. آخه برادر مهیار این حرفا شما خودتون انصافا بگید. این قبل از ایمان بوده، هر چیزی امکان پذیره. آره نه خب صحبت میکرده. از یه طرف خب مهیار همیشه دوست داشت که یا تهران بریم زندگی کنیم یا خارج کشور زندگی کنه، این علاقه خوب. و ما میدونیم روی شهر هم میدونن از زندگی ما و کسایی که فالگیری میکنن این مسئله رو میدونن دیگه. و خب اون زمان من خندیدم، حالا مثلا سنش هم داره میگه. چند ماه بعد قرار بود، حالا اصلا نمیدونم بگم اصلا داستانمونو که چجوری هم عاشق کوتا و خلاصه بدم با سانسور کی مچکری. ما توی کلیسا بودیم، توی همش شد کلیسا، ما توی دانشگاه بودیم. بعد یکی از دوستای من، ما یه گروه 4 نفر دختر بودیم خلاصه، که اونا با در حقیقت مهیارم رابطه خانوادگی داشتن، یکی از دوستان. بعد اومد به من گفتش که یه برنامه در حقیقت روانشناسی و یکی از دوستای من میخواد کلاس روانشناسی بذاره تابستون، دوست داری بیای؟ گفتم خیلی، من خیلی دوست داشتم این کار، گفتم خیلی دوست دارم، اما نشد بیام. مهر ماه بود، سال دوم به دانشگاه بودیم، من زمین‌شناسی میخوندم، مهیارم مهندس کشاورزی میخوند. بعد اومد گفتش که آره. گفتم چطور بود اون کلاسی که رفتین برای در حقیقت روانشناسی؟ گفتش که خیلی عالی بود. اینجوری همون موقع شروع کرد تمام معیارای مهیار برای ازدواج گفتن که دوست داره زنش اینجوری باشه، بچه‌هاش اینجوری باشن، این رابطه رو با زنش داشته باشه. و خب این چیزی بود که منم از اولی که بچه بودم، خب عشق همشه تو خانواده ما زیاد بود بین پدر مادرم، دوست داشتم این حالتو. و گفتم که خوش به حال زنش. دقیقاً عین همین حرفا یادم نمیره، اولین بار بود از دهنم در اومد، گفتم خوش به حال زنش، منم این معیار ازدواجمه. حالا همونجا صدای شما رو شنید. نه حالا همونجا جالبیش نه، نقشه خدا بود. همون موقع من اصلا این آقا رو ندیده بودم دوست، از پشت پنجره هم اومد رد شد، گفت ای حلال زاده هم پس اومد از پشت پنجره رد شد و من تازه صورت مهیار رو دیدم که دیگه اونجا کار خود شد. نه حالا بماند، حالا کلک های برده مهیار هم من میگم که بعدش وقت برنامه همونم در نظر بگیرید البته. که بعدش دوست من اومد گفت حالا این گذشت. دوست من گفت که ببینم تو چرا مهیار رو هم میبینی میخندی؟ بچه شما چه؟ گفتم من میخندم. گوه آره، مهیار گفته که شما هم منو میبینید میخندیم. گفتم نه، این دوست داره هر وقت میبینیم بخندیم. ما منم دختری نبودم که میشناسه، دختر مظلوم بودم، زیاد شلوغ نبودم. ولی خب برگشت آنها نه، این میخواد که ما میبینیمش بخندیم. من میدونم حالا این نظرش این بود که در حقیقت توجه منو جلب کنه. ما نمیخندیدیم بهش، هریزانه اینو بگم نمیخندیدیم، ولی خواست که بخندیم. و خلاصه شرفشون داد که بخندیم. آره مهمه اون صحبت بین من و بهاره عزیز شد. و بعد آذر ماه بود که اومد گفتش که مهیار خواسته که با تو دوست بشه. گفتم که اوکی، شما تلفن من زنگ بزنه، هر کی میخواد، هر کی برداشت صحبت کنه. گفت نه فقط میخواد دوست بشه. گفتم نه ببخشید دوستی نداری. ایجاد بیداد دست این برادر مهیار. هیچی جواب رد
رد گرفت بردر مهیار جواب رد گرفت و بعد اومد خلاص ما هم شستادیم برای امتحانه داشته میخوندیم یک لگدی هم زد به در آزمایشگاه جلوی من رفت برمیدم خیلی حسابانی چی خلاصه ولی بعدش گفت نه خب بعد آشنا بشیم گفتم خب حالا این آدرس اینم شماره تلفن زنگ بزن بیا با هم آشنا بشیم که یه روز اومد خونه و اول با مادرتون صحبت کردم بعد تلفنی با هم گپ زدیم بعدم رفتیم اونجا و قسمت بود و خداوند خلاصه خارج از خاله شوخی ها و اینا سارمین جان رو به عنوان بزرگترین هدیه زندگی من بعد از نجاتم به من داد و 18 ساله که الان داریم در کنار هم دیگه زندگی میکنیم سه تا بچه داریم دخترمون 15 سالگیش رو همین چند روز پیش جشن گرفتیم براش و یه پسر مامانی 7 ساله داریم که خیلی در واقع خیلی عزیزه و یه دختر کوپولی در واقع شیرین هم داریم 4 سال و نیمشه که دیدیدش تو برنامه تلویزیون درسای عزیز و خداوند خیلی ما رو محبت کرد و راستش بخواید امروز صبح سوالی که الان از عزیزان کردم امروز صبح دعای خودم بود و ما هر روز صبح با سارمین جان با هم دعا میکنیم قبل از اینکه از خونه بیایم بیرون و تو دعا اینو گفتم به خدا و گفتم که خداوند هیچ وقت گذشتمون رو فراموش نمیکنیم که کی بودیم و چی بودیم و هیچ وقت از خاطرم نمیره که یه روزی خودم چقدر در مشکلات و سختی ها و گناه و تاریکی بودم و تو امروز این محبوبیت رو ایجاد کردی به خاطر فیضت که بتونیم از طریق برنامه‌های تلویزیونی تو باعث نجات خیلی‌ها بشیم. پس اینکه از کجا اومدم، چی بودم و خدا چه معجزه‌ای در زندگیم کرد و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم و اینا همه برکت خدا بوده. ذکر برکات خدا و به یاد آوردن کارهای خدا تو زندگیمون به صورت روزانه کمک می‌کنه که ما فروتن باقی بمونیم به هر درجه‌ای از رشد، حالا مالی، روحانی، کاری، تحصیلی، ازدواج، هر چی که هست. به هر درجه ای از رشد که برسی یادت میمونه که این محصول دست خداست و برکت خداست که اومده توی زندگی تو و یادت نمیره که خدا رو در صدر زندگیت قرار بدی. چون اگر قرار باشه که من الان همه اینا رو بذارم به پای زرنگی ها و توانایی های خودم، خب الحق بگم سالم جان که از زیباترین دخترهای دانشگاه ما بود و تقریبا همون موقع که من با سالم جان ازدواج کردم بالای 20 نفر از پسرای عالی و درجه یک دانشگاه ما که اینو بهتون بگم انصافا بگم از نظر مالی بنده ضعیف‌ترینشون بودم و خدا فقط ما رو دوست داشت و ما انتخاب شده بودیم برای اینکه در کنار همدیگه برای امروز، برای چنین روزی. امروز وقتی من تصویر کار خدا رو میبینم حالا متوجه میشم که چرا یه چنین دختر آفتاب مهتاب ندیده یه بچه مظلوم میاد گیر یه برادر مهیاری که اون موقع ورژن گذشتهش خیلی ورژن در واقع خطرناکی بود میاد. و اصلا خودم همیشه خدا سوال میکردم قبل از ایمان، چون واقعا خدا رو دوست داشتم، میگفتم من کجا، این بابا کجا، این طفلی بابا، این رفته از مدرسه رفته خونه، خونه رفته مدرسه و هرم از به تشخیص نمیده تو خیلی از داستانا و یو چرا این قسمت من شد. برای من خوب بود ولی در حق این بابا اجحاف شده. حالا میفهمم که خدا یه مقصود بزرگ داشته و امروز واقعا برای هر روز برای کار عظیم خدا توی زندگیمون توی خدمتمون شکرگزارم. وقتی به زندگی تک تک این بچه‌هایی که به عنوان شبانان کلیسای هفت دارن زندگی میکنن، خب ما سالهاست در کنار همیم، توی یه شهر با هم زندگی کردیم، با هم رفت آمد خانوادگی داشتیم و داریم و همدیگر میشناسیم، نقاط قوت و ضعف همدیگر میشناسیم. میخوام بهتون بگم ما اینجا وقتی میایم جلوی تلویزیون به عنوان سوپرمن و سوپرومن نمیایم اینجا، ما فقط به عنوان یه سری آدمای اینجا هستیم که بدون هیچ ادعایی اومدیم و کار عظیمی رو که خدا تو زندگیمون کرده رو میخوایم با شما بیننده های عزیزمون در میون بگذاریم. ما میخوایم به شما بگیم که ما هم مثل خودتون هستیم. و سوال بعدیم از عزیزان اینه که میخوام الان راجع به همین قسمت صحبت بکنم که یه آدم تو زندگی حقیقی یا به قول اینجاییاتون ریل لایف یا تو اون زندگی روزمره واقعی، آیا چون خیلی ها میگن که آره آقا این مسیحی هایی که تو تلویزیون هستن اینا خب خیلی راحت میان یه ساعت یه ساعت داریم شو بازی میکنن، فیلم بازی میکنن، یه برنامه اجرا میکنن، هللویا خدا رو شکر، سلام خواهر عزیز، همه چیزم خوبه، خیلی هم مهربون و فروتن جلوه میکنن، کی چه میدونه که اینا تو زندگی واقعیشون چه شکلی هم و چه رفتاری دارن. میخوام بهتون بگم که بزرگترین سعی و تلاش ما اینه که تو و بیرونمون یکی باشه، چون اگر اینطور باشه مسح خدا جاری میشه، چون اگر اینطور باشه اثرگذار خواهد بود، چون اگر اینطور باشه ما قادر خواهیم بود که کاری رو که خدا کرده
به نحوی احسن به عنوان شاهدی امین و نمونه برای شما بگیم که اون قوت و قدرتی که در اون شهادت هست، در اعمال ما هست و در زندگی ما هست، باعث انگیزه‌ای باشه باعث برای اینکه شما هم برید و خدا رو بشناسید تا زندگی شما هم تبدیل بشه. اما فرزند جان، سوالی که از شما دارم اینه که مادر دوتا بچه هستی، همسر هم هستی، خب به صورت تمام وقت هم داری در شبکه هفت کار میکنی، یعنی شغل شما به عنوان یک خانم کارمند اینه که از صبح تا ساعت، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باید سر کار باشی. همزمان مادر بودن و کارمند بودن کار سختیه. درسته؟ دقیقا. حالا مادر بودن، کارمند بودن و خادم بودن، چون ما یه تفاوتی میکنیم با کارمندا. کارمندونه که میاد یه در واقع وظیفه‌ای رو به سپردن انجام میده میره خونش، ویکندش ویکنده، بعد از تایم کاریش زندگی خودشه، همه چیزش خودشه ها. ولی ما در واقع زندگی ما خدمت کردن به مردمه، رسیدگی به مردمه و وقت گذاشتن برای مردمه، دل سوزوندن برای مردمه و حتی به یاد آوردن مردم نیازهاشون، دعا کردن و خدمتشون کردن، همه اینا رو با هم دیگه انجام دادن کار سختیه. بله. تو زندگی کم نمیاری؟ ببخشید من قبل از اینکه این سوال شما جواب بدی، در کنارش میخوام یه چیز دیگه ای بگم. مادر بودن، همسر بودن هم در کنار مادر بودن هست. خیلی خیلی قسمت بزرگیه. حالا جواب سوال این بودش که کار سختیه؟ گفتم این همه این مسئولیت ها خیلی سنگینه. حالا تو زندگی واقعی و روزمره خودت آیا تو کم نمیاری؟ تا دلت بخواد. بعضی موقع ها هستش که وقتی که خیلی کم میارم میرم یه کنجی رو پیدا میکنم که هیچ کس نفهمه من کجا توی خونه و میرم اون تو، مخصوصا تو در کمدم رو باز بکنم، میرم تو کمدم، در کمدم هم میبندم، هیچ کس هم نمیذارم بفهمه من کجا، و یه 10 دقیقه یک روبی برای خودم فقط میشینم دعا میکنم، میگم خدا یا به من حکمت بده که من بدونم که الان باید تو چه موقعیتی قرار بگیرم و چه کار کنم. بعضی موقع ها یک روب فقط سکوت میکنم، فقط سکوت، یعنی نه حرف میزنم نه دعا میکنم نه هیچ، فقط سکوت. احساس میکنم مثلا اون لحظه اون سکوت رو لازم دارم. ولی وقتی میام بیرون دوباره انگار زنده میشم، دوباره همه چی برمیگرده. ولی یه چیزی محیار جان بگم، من شخصیتا سعی میکنم که در جای مادری مادر باشم، در جای همسری همسر باشم و به عنوان خادم واقعا خادم باشم. یه چیزی که یاد گرفتم اینه مهیار جان که ارجحیت‌های زندگی رو من نوشتم که اولین ارجحیت من عیسی مسیحه که باید اول در من عمل کنه، شخصیت من رو عوض کنه. ارجحیت دوم همسرمه که بتونم به عنوان یه همسر نمونه کنارش باشم و اون چیزی که کلام میگه باشم، نبودم. و ارجحیت سوم هم میشه فرزندم. درسته. که بعد بتونم مادر خوب باشم برای فرزندم. و ارجحیت های چهارم به بعدم میشه خدمتم و خادم بودنم. درسته. به خاطر همین چون میدونم ارجحیت چیه، سعی میکنم طبق ارجحیت جلو برم و اون نظم رو نگه دارم. و خیلی جاها هستش، همسرم اینجا نیستش، ولی خیلی کمکمه. یعنی اگر خداوند واقعا این همسر رو کنار من قرار نمیداد، نمیتونستم واقعا همه این کارهایی که داری میگی رو بتونم انجام بدم، واقعا نمیتونستم. و خداوند واقعا خدا رو شکر میکنم برای اینکه این زندگی رو برای من مهیا کرد و خدا انتخاب کرد که یه همسری کنار من باشه که من بتونم که این مسیری که خدا برای من انتخاب کرده رو جلو برم. یه داستانی رو بذار بگم. ساعت رو نگاه کردم. موقعی که همسرم من خواستگاری کرد، من ایران بودم، ایشون آمریکا بود و ما اصلا همدیگر نیده بودیم. و وقتی از من خواستگاری کرد، من خیلی راحت بهش گفتم نه، من نمیخوام. بعد گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من اصلا تو رو ندیدمت، من اصلا تو رو نمیشناستمت، نمیدونم کی هستی و من باید اول بشناسمت، ببینمت و اینا. بعد گفت باشه و خلاصی من دا صحبت و اینا. حالا داستان رو نمیخوام زیاد طولانیش بکنم. به جایی رسید که بهش گفتم من باید عکس تو رو ببینم حداقل، که بعد خانوادهش اومدن و عکسش رو دیدم و خلاصه بگذریم. یه جا برگشتم بهش گفتم که خب بذار منم پس عکسمو برات بفرستم. این جریان مال سال 2000. بعد گفتش که نه من احتیاج ندارم که عکس تو رو ببینم. بعد بهش گفتم که چرا نمیخوای عکس منو ببینی؟ بعد گفتش که یک چیزی رو من اون موقع همسر من در مسیح بود
و من مسیح از طریق همسرم شناختم در اصل. و همسرم برگشت یه نکته ای رو گفت و همون نکته باعث شد که من همه چی رو بپذیرم و تا تبهاش باشم. و نکتهش این بود، گفتش که فرزانه جان، فرض کن که تو زیباترین دختر روی زمین باشی که هیچ کس مثل تو نداشته باشه اون زیبایی رو، و من هم با تو ازدواج کنم به خاطر زیبایی که داری. و بعد از یه مدتی، یه زمانی، بر اثر یه حادثه‌ای، آتیش سوزی بشه، تصادف بشه، هر چی بشه، اون صورت زیبایی تو از بین بره، آیا من باید تو رو بذارمت کنار؟ آیا باید دیگه تو رو نداشته باشمت؟ آیا باید بگم که نه، اونی که من انتخاب کردم اشتباه بود؟ پس به خاطر همین، من همینی که هستی رو میخوامت و برای من مهمه که قلب تو برای من دیده شده. و این برای من خیلی ارزش داشت، چون که تو اون زمان هنوز در مسیح روش نکرده بودم، دو سه ماه ایماندار مسیحی بودم اون موقع. گفتم که اگه یه مرد میتونه این شکلی حرف بزنه، این مرد قلبش با خداست و خدا داره در اون عمل میکنه. و گفتم من میخوام با اون قلب زندگی بکنم و خیلی برام مهم بود. برای همین وقتی که توی سختی امروز مثلا بالاخره بین زن و شوهر دعوا میشه، مشکلات پیش میاد، نه دعوا ولی خب بالاخره صحبت آرگیوی میشه، وقتی پیش میاد و دستش عصبانی میشم یه جاهایی، و وقتی تو خلوت هم میرم و شروع میکنم دعا کردن، خداوند تمام مدت صحنه هایی رو جلوی من میاره که خدا میگه من انتخاب کرده بودم و تو باید به عنوان یک زن صالحه کنارش باشی. و وقتی یادآور خاطرات خوبم میشم، مخصوصا همین حرفی که به من زده بود، انگار همه چی پاک میشه و یاد میگیرم که باید درست باهاش عمل کنم و اون مسئله رو فیکسش بکنم. آفرین. خوشحالم که این حرفا داره رد و بدل میشه. و شما عزیزایی که بیننده این برنامه هستید، دارید در واقع با مشخصات و زندگی های شخصی ما آشنا میشید. هدف من اصلا از این برنامه این بود که شما یه مقداری بدونید واقعا تو خونه های ما چی داره میگذره. حالا یه سوال خیلی داغ دارم برای برادرسام. یه بریک میخوایم بگیریم، بریم یه ویدیو کلیپ ببینیم. وقتی برگردیم یه سوال دارم، حتما منتظر باشید. وقتی برگردیم من اینجا دیگه نخواهم بود. خدافظ. حتما منتظر باشید، میخوایم ببینیم در واقع جواب برادرسام چیه. مطمئنم باشید در حین تا فردا خدا نگهدارشان در حین بریک هم بهش نخواهم گفت سوال چیه، میخواهم سورپرایزش کنم چون من نخواهم اینجا. Yeah.
شکر صدای دختر عزیزمون دریا جان بود. من مثل دختر خودم دریا رو دوستش دارم. الان تو کنفرانس در واقع آلمان. خوش به حال اونایی که همه اونجا دوره هم هستن، جای شما عزیزان هم سبز که اونجا نیستید و وقت خوبی رو دارن. که شماز کشمانی هم اونجا هستن، ژیلبرت جان هم فکر میکنم الان در راهه داره میره اونجا. خلاصه جمع همه عزیزان جمع و دریای عزیزم که از کسایی که پرستش میکنه. سرود زیبای دریا جان رو شنیدیم با هم دیگه، امیدوارم باعث برکتتون شده باشه. اما قبل از اینکه بریم موزیک ویدیوی دریا رو ببینیم، به شما گفتم که میخوایم از برادر سام یه سوال بکنیم. برادر سام، قبل از ایمان به عیسی مسیح عاشق شدی؟ بخش من فارسی بلد نیستم، چی بگم؟ از انگلیسی ازت سوالی خیلی قشنگی پرسیدین. خدا رو شکر بر من. از کجا شروع کنم آخه؟ از کدوم؟ اولین باری که من عاشق شدم 13 سالم بود. حالا بهم یه چیزی بگو. میدونم چون این طبیعیه برها برای یه پسر جوان. عاشق شدم و رفتیم ما بفهمیم شما بپرسین سوال شما. نه بگو دیگه. ما یعنی کی؟ یعنی من. قبل از که بیام امریکا اومدیم تو شهرک اکباتان، اونجا یه مدت یه خونه رهن کردیم و برش هم اومدیم امریکا. این دختر خانم شما بچه اکباتان بودی؟ بله آخر بچه های اکباتان که الان دارید این برنامه رو نگاه میکنید، پس همیشه امید هست، یعنی خیالتون راحت باشه. اگه یه بچه اکباتان اومده الان شده شبان شده، خدا پس برای همه این فرصت رو مهیا کنه. الان البته شنیدم اکباتان یه ذره عوض شده با اون موقع ها، ولی خب برای اونم امید هست. آمین دعا میکنیم برای اکباتان. نه همشون واقعا خدا رو شکر واسه بچهای اکباتان، همه سرزنده و بشاش و سرحال و قبراق و علی مهمونی و بزن به رقص و چهارشنبه سوریای اکباتان تو تهران همیشه معروف بود. بله بله شما بله. اونجا تشریف داشتید؟ ما اونجا دوستان زیاد خب ما بچه تهران بودیم میدونیم دیگه اینا توی پاساژ و اینا. ما هم فاز یک بودیم هم فاز سه. از اینجا سلام میکنم به همه بچهای اکباتان، واقعا دلم براتون هست، دعا میکنم براتون. اتفاقا یکی از بچهای اکباتان تازه ایمان آورد، با هم تماس گرفت که در واقع دوست خانوادگی ما بوده. خدا رو شکر میکنم برای اینا. برای ما هم نگاه میکنی. بعد خلاصه میرفتم زیر پنجره این عزیز و اینشون طبقه فکر کنم چهارم بود، ما از اون پایین ماندالین هم داشتیم و بعد با هم دیگه صحبت میکردیم. ولی آخر سر هم از نزدیک هم دیگه ندیدیم. یاد با دو چرخه مثلا پای سر من میومد، منم از پای پنجره با هم دیگه صحبت میکردیم و اولین باری که شد این بود. یعنی خاطراتی که یادم هست. من این سبک عاشقی‌ها رو منم تجربه کردم و نه خب اینا در واقع اعتراف اینا وقتی در حضور شما وقتی دارم اینا رو میگم، یعنی دیگه خیلی الان دیگه کار به قول گفتنی. البته این عاشقی هم احساسی بود و میومد و میرفت دیگه. من یه دختر خانمی رو عاشق شده بودم، از من خیلی بزرگتر بود و تنها کاری که میکردم این بود که صبحای زمستون تهران باور کن تا سر زانو آدم برف، من از 7 صبح زیر پنجره این وای میستادم، این میومد میرفت مدرسه، منم سوار هم اتوبوسی میشدم که ایشون میشد. یک بارم من با این حرف نزدم. حالا تو از زیر پنجره حرفم میزدی، ما نه با هم همکلام شدیم، نه ایشون به من محل گذاشت، نه هیچی. و یه چیزی حدود 2-3 ماه زمستون و بعدم یه تا اردیبهشت ماه اینا من این کارو میکردم. بعد دیدم هیچ محلم نمیذاره، بعد دیگه خسته شدم. هر روز صبح بعد 6 صبح خواب پا میشدم و میرفتم سحرخو، میخواستم اینجوری مثلا بهش نشون بدم من خیلی تو رو دوست دارم، ولی شهامتی که برم باهاش حرف بزنم هم نداشته. این عشقای بچگیه دیگه. چیزی که شد این زام فقط شما در جریان باشین، یه هفته اول زمستون پایین پنجره بعد وایس یا حالا باشه بعدا تا خبر سالو رو ببینیم بره و بیاد. سلام هم نمیکنی. حالا بذار از سام سوال دیگه دارم. بفهم وقتی این عشقا، حالا مسلما خب اینی که گفتی ورژن 13 سالگی بود، بعد یه ذره که بزرگتر شدی یه ذره عشقای عمیق‌تر هم داشتی. موقعی که این در واقع روابط عاشقانه یه جایی در واقع میشکست و دیگه تموم میشد، احساست چی بود؟ احساس درشکستگی. احساس درشکستگی؟ آره. چه حسی داشتی؟ درشکسته بودم. عکس العملات چی بود؟ بستگی داره. ناگهان خب توی شرایط مختلف یاد گرفتم. مثلا من توی این 3-4 سال اخیر، خب نه نه به اخیر کار نداشته باش، من دارم قبل از ایمانتو میگم. قبل از سوال برای اون مرحله هم دارم. درست اوکی. قبل از ایمان خب خیلی سخت بود. خیلی من چون که آدم کلا احساسی هستم، همونجوری همه شما میدونید، به خاطر اینکه آدم احساسی هستم همیشه اول احساساتم درگیر میشد بعد منطقم درگیر میشد. سامان جان روزی چند بار منو ماچ میکنی؟
برای من اومدی اعتراف بگیری اینجا. عزیز دارم میگه من آدم احساسی هستم، باورت نمیشه، اینو جدی میگه. آره واقعا در روز مثلا یه چیزی مثلا 73 بار اینطوره، مثلا میاد ما رو بوس میکنه و میره و از محبتش ها نشستیم یا میاد مثلا عجیب این بچه حسش گرمه، حسش عزیز فعلا خدا نگه، واقعا خدا نگه دلش به آدم میچسبه، جدی میگم اینو، دلش به آدم میچسبه و بسیار بچه مهربونیه سام، بسیار بچه مهربونیه و این محبت رو نشون میده. میخوام اینجا یه چیزی بهتون بگم، بارها این از دهن من شنیدید، ابراز علاقه یه هنره. کسی که میتونه علاقه و محبتش رو نشون بده یه هنره. اینایی که میگن ما محبت داریم، ما تو رو خیلی دوست داریم ولی بلد نیستیم چطوری نشون بدیم، یه جای کارشون شدیداً میلنگه. ولی کسی که میتونه محبتش رو ابراز بکنه، کسیه که واقعا این هنر رو خدا بهش داده. سامی جان بعد از اینکه ایمان به مسیح آوردی عاشق شدی پس حتما بعدش؟ بله 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 بله. آیا این عشق ها اتفاقاتی که درش میافته، میخوام ببینم تفاوت سام قبل از ایمان، یه جوون در واقع معمولی ها، ما حالا با سام خادم که بازم به عنوان یه انسان هنوز اون محبت اون عشق تو دلش هست و میدونم که شما در واقع به حال جوانی و ما افرادی در سن شما رو اینطور خطابشون میکنیم، میگیم ایشون کاندیدای ازدواجه، یعنی شما الان تو موقعیتی هستی که کاندیدا هستی برای ازدواج و مسلماً منتظری که خدا اون نیمه گمشده شما رو، فردی رو که قراره شریک زندگیت باشه رو برات بیاره تا بری و در اون قسمت بعدی زندگی، تو مرحله بعدی زندگیت قرار بگیری. اما تا قبل از اون میدونم حتما یه سری اتفاقات عاطفی افتاده برات ها. چه تفاوتی میکنه؟ میخوام ببینم این ایمان مسیحی برای ما آیا کاری تو قسمت‌های عاشقی و به خصوص روی سخنمون میخوام با جوونا باشه. الان جوونا ایمانداری که فرض کن تو ایران یا تو اروپا دارن این برنامه رو نگاه میکنن و تو بحران‌های عاطفی هستن، چه پیشنهادی براشون داری؟ چه تجربه خودت داری؟ خب من اینجا اول باید بگم همونجوری که شما گفتین ما سوپرمن نیستیم، اینجا هم نمیدیم بشینیم که بگیم همه چیزمون کامله. درسته. بر از ایمان هم اشتباه کردم، من اینجا دارم اعتراف میکنم، حتی و حتی از اون چیزایی که مثلا رابطه هایی که بوده خیلی وقتاش از دور بود و به خاطر همین من ندیده علکی اول احساساتمو درگیر کردم، در صورتی که سالها شنیده بودم از کشیش کامل و کشیش هرمز که آدم باید همیشه اول بره در حضور خدا اون تایید از خداوند بگیره و بعد قدم به قدم جلو بره. بله. ولی متاسفانه این اشتباه بوده، از لیوانتون آب ریخت. آره از بالا نریختم. من فکر کردم سخت بود. اتفاق این دوربین اگه بگیرین ببینیم چه اتفاقی افتاد اینجا، شما در جریان باشین. برای معیار لیوانو برد بالا افتاد، آب ریخت اینجا، فکر کردم سخت بود. آب رو کاغذام ریخت. یه لحظه فکر کردم که گفتم سخت رو سرمون نیاد شما. دارم به زخم نگاه می‌کنم آب از کجا ریخت رو کاغذای من. و اتفاقی که افتاد، خب مرسی آفرین اتاق فرمان خدای شد، و اتفاقی که افتاد من بعد از ایمانم هم اشتباه کردم توی احساسات، خب قرار گرفتم یه سری تصمیمات اشتباه گرفتم، اما روی سخنم یعنی بعدا اینو یاد گرفتم خدا رو شکر، خدا من با قرارم. اولین چیزی که مهمه برای هر جوانی که هویت خودش رو در مسیح بشناسه، یعنی من میخوام اینجا امروز واقعا اینو از من بشنوی، اگه یک کلمه از من امروز میشنوی و میخواین دریافت بکنید اینه، اول قبل از اینکه بخوای وارد هر رابطه ای بشی خودت رو در مسیح بشناس. درست. چون که اگر خودت رو در مسیح نشناسی وارد یک زندگی میشی که پر از این چمدونای اضافه، تمام دردا و زخمایی که تو زندگی تو با خود داری حمل می‌کنی می‌بری با یکی دیگه هم که اونم درد و زخم داره، حالا با هم دیگه میشه دوتا. مشکلات زناشویی، عزیزان همشون ازدواج کردن، اینو میتونم بگن، این نیست که مثلا حالا که با هم دیگه ازدواج کردیم حساب بانکیمون دو نفره باشه یه نفره باشه، یا اینکه مثلا میخوایم 4 تا بچه داشته باشیم یا 6 تا بچه، اصلا مشکلات ازدواجی این نیست. دردایی که اون هر زن و مرد با هم دیگه هم میکنن میارن توی ازدواج، این شخص درد خودشو داشته، اونم درد خودشو داشته، حالا این دردا با هم دیگه قاطی میشه، یکی میشه دوتا و همینجوری اضافه میشه. مهمترین چیز برای هر جوانی که خودشو آماده بکنه برای ازدواج، یعنی که فکر نکن وقتی ازدواج کنی حالا یه چیزی انگار از آسمون یه جرقه میزنن همه چیز تبدیل میشه، نه، از الان باید آماده بشی. و من اینو تازه بگم، خیلی اعتراف کنم، تازه یاد گرفتم اینو، الان من دارم خودم در مسیح قوی و قوی تر میکنم و هر وقت عزیزانم با من تماس میگیرن از ایران یا از جاهای مختلف اینو با هم دیگه این دعا رو میکنیم، میگم خدا میکنم رابطت با مسیح انقدر قوی بشه که عشق اولت مسیح باشه. آمین. بعد اون موقع میتونی در ازدواجت پیش بری. آمین. خدا رو شکر. آمین. مرسی برادر سام عزیز. اما یه تلفن داریم، نازنین عزیز از ایران روی خط هست، معطلش نمیکنیم، قبل از اینکه از سالم جان بخوایم سوالو بپرسیم میریم سراغ نازنین جان، منتظر سوالای سخت سخت باش. ایوان. نازنین جان سلام میکنم به شما، روی خط هستید، بفرمایید عزیزم. سلام به همگی. سلام به سلام بر شما. بفرمایید. که خوب باشید. سلامت باشید. ممنون از برنامه‌های خوبی که دارید و به ما کمک می‌کنید که
راه رو راحت‌تر پیدا کنید. شکر. جلال برمستی، خوشحالیم که با ما تماس گرفتین. خواهر نازنین عزیز، زنده باشید. متشکرم. من یه سوالی داشتم از حضورتون. من چون تازه ایمان آوردم، یک مقداری هنوز توی پیدا کردن خیلی از سوالاتم در مسیح و در این که یک مسیحی باید چطوری مواجه بشه مشکل دارم. صحبت خواهر فرزانه رو گوش میدادم که می گفتن اولویت دومشون بعد از مسیح همسرشون هست. خب خیلی هم سفارش می کنن که حالا به همسرتون محبت کنین. کلن کشیش هرمز هم همیشه صحبت می کنن، میگن شما حتی با دشمنانتون هم باید مهربان باشید. ولی خب دشمن، خب حالا بالاخره کسانی که کوتاه با آدم هستن، دوستن، یا اینکه مواجه میشه باشون بیرون، یه زمان کوتاهی باهاشون هستی، خیلی میتونی کنترل کنی. ولی با کسی که همسرته و شبانه روز زندگی میکنی باهاش، اگر محبت بکنی و اون محبت رو دریافت نکنی، مدام مثلا دعوا رو بگیری یا اون سکوت هم که میکنی باز به اون نتیجه نرسی، یعنی سکوت آمدن تو به حساب وقت بذارد، اون چطوری باید برخورد بشه؟ من مدام دعا میکنم که خدا من شفا بده این رابطه رو، ولی چند گاهی خسته میشم. ممنون میشم به راه نمایی بدیم. بله مرسی نازنین جان به خاطر تماست. حتما سوال شما رو پاسخ خواهیم داد. برای من هم دعا کنید. چشم، حتما براتون دعا میکنیم. چند سالتونه نازنین جان؟ من 35 سالمه. چند سال ازدواج کردین؟ 8 سال ازدواج کردم. بسیارم عالی، حتما توضیح میدیم. نازنین عزیز مرسی که با ما تماس گرفتی. دعا میکنم برکت، سلامتی و قوت خدا روی خانه و خانواده شما باشه و همچنین دعا میکنم که خدا اونقدر بر زندگی مشترک شما بریزه که تمامی لحظه به لحظهش نیکویی و شادی و خاطرات عالی برای شما باشه. به اسم مسیح آمین. عزیز دل از تلویزیون گوش کنید خواهرم. خدا حافظ شما. زنده باشید. فرزان جان بفهمید. من باید توضیح بدم. دوست دارید بفهمید؟ چون اشاره کرد به شما رو به ازدواج صحبت کردیم، میخوام از دهن خود شما شنیده بشه. نازنین عزیزم، نکته ای که میخوام بگم، میخوام بدونی که بین هر زن شوهری بالاخره مشکلاتی پیش میادش، چون دو تا شخصیت مختلف هستیم. من با همسرم دو تا شخصیت کاملا مختلف هستیم. و ولی خداوند ما رو انتخاب کرده که کنار هم باشیم. حالا یه چیزیه که من تو تجربه زناشویی میخوام بگم اینه که من همیشه به خاطر اینکه عاشق مسیح بودم و میخوام این جریان رو دارم تعریف میکنم، چون که ما در مسیح ازدواج کردیم و در مسیح هم رشد کردیم، به خاطر همین همه چی ما در مسیح بوده. ولی میخوام بگم با اینکه در مسیح بودیم، مشکلات خیلی زیادی برای ما در اوایل ازدواجمون پیش میومد، به خاطر اینکه من میخواستم بهش بگم شخصیت من اینه، تو باید شبیه من باشی، و همسرم هم میخواست بگه نه منم شخصیتم اینه، تو باید شبیه من باشی. و بالاخره با کلاسایی که ما برداشتیم که مال زناشویی بود، با کلیسا که میرفتیم و سعی میکردیم با کلام واقعا خودمونو مطابقت بدیم، و یه مدتی از زندگی ما هم گذشته بود و همیشه هم همدیگر رو دوست داشتیم، ولی سر هر موضوع خاصی همیشه ما با هم بحث میکردیم. چون من میگفتم نه، تو چرا با شخص فلان شخص این شکلی صحبت کردی؟ تو چرا اینو گفتی؟ تو چرا اون کارو کردی؟ تو چرا اونجا نرفتی؟ برای اینکه همیشه دوست داشتم که مردم از من راضی باشن و اونها رو در رضایت کامل نگه دارم که به من بگن به به فرزانه، آفرین، تو چقدر خوبی، چه زندگی. و همیشه میخواستم جلب توجه مردم رو داشته باشم، در صورتی که خداوند اینو از ما نمیخواد. وقتی که ما در مسیح قرار میگیریم، نجات مسیح رو دریافت میکنیم، تموم شد. قسمت دوم داره، هنوز رفتار گناه آلود ما هنوز سر جاشه، هنوز اون عوض نشده. من مسیحی شدم ولی رفتار من هنوز همون رفتاره، خودخواهی، حسادت، نبخشیدن و تمام اعمال نفس من هنوز زنده است. بس من اومدم چیکار کردم؟ برای یه مدتی اومدم روی خودم کار کردم، گفتم که خداوند من به من کمک کن که من نخوام همسرم رو عوض کنم.
من یاد گرفتم توی مسیر این 11 سالی که در این خدمت بودم، یاد گرفتم که محبت یک طرف است. من محبت رو میکنم چون خدا میخواد که من این کار رو انجام بدم، چون یعنی نمیخوام بگم یک طرفه، بدون قید و شرط. آها، باری کلام، میخواستم همین کلمه رو بگم، بدون قید و شرط. یعنی من محبت نمیکنم که بگم اوکی همسرم من به تو محبت کردم، تو به من محبت نمیکنی، من دیگه از دست تو عصبانیم. من محبتم رو عوض کردم، نوعش رو عوض کردم. گفتم میدونی چیه؟ به همسرم گفتم اگر تو در کنار من هم نباشی، من در کنار تو هستم. من هیچ وقت یادم نمیره موقعی که ما رو میخواستن عقد کنن، کشیش هرمز و کشیش کامل جان بودن، موقعی که مدام ما رو عقدمون کنن، من هیچ وقت یادم نمیره کشیش کامل اینو به من گفت: فرزانه، آیا حاضر هستی 100% خودتو برای همسرت بذاری، حتی اگه همسرت 100% خودشو برای تو نذاره؟ من در اون زمان گفتم بله. من بله رو به کشیش کامل نگفتم، من بله رو به خداوند عیسی مسیح گفتم و به عیسی مسیح من تعهد بستم. من اوایل ازدواجم اینا رو یادم نبود، فکر نکنی من از اول همینطوری، نه، آرگیو داشتم، خیلی بالا پایین داشتم، خیلی بالا پایین، ولی خداوند هی یاداوریم کرد. خداوند انقدر من خودم و گوشم و نسبت به صدای خدا حساس کردم و با این کلام راه رفتم تا یاد گرفتم که من در کنار همسرم میستم. بعضی موقع ها به همسرم میگم بعضی آدم ها هستن باید به زمین بخورن تا بلندشن یاد بگیرن. من همیشه دوست داشتم به همسرم بگم اینجا مواظب باش، اگه راه بری میخوری به زمین، ببین جلوی پات سنگه، ولی گوش نمیکرد. میگفتش که نه بابام، تو بلد نیستی، من پامو میتونم بذارم اون ور سنگ. بعد پاش میخورد به سنگ، میخورد زمین. و من همیشه عصبانی بودم از این مسئله که تو چرا وقتی بهت میگم گوش نمیدی. ولی به مرور زمان خدا برگشت به من گفت: فرزانه جان، قرار نیست تو آدما رو عوض کنی، من برای شخص تو اومدم که تو در من روش کنی، تو عوض بشی، تو قسمتی خودت صاف بیس، اجازه بده اگه همسرت میخواد بخوره زمین بخوره زمین، ولی تو تنهاش نذار، تو باهاش باش. خدمت اول من فرزانه همسرمه، خدمت اول من فرزانه خانوادمه. من اگه بخوام از خانوادم توقع داشته باشم، نمیتونم برم دیگران رو، خواهر و برادرم رو خدمت کنم. پس اگه همسرم میخوره زمین، من در کنارش، اون موقع اگر جرابست میکردم، الان دیگه جرابست نمیکنم، الان کنارش میشینم که بلند شه. امین. دیگه بهش نمیگم دیدی بهت گفتم، من میدونستم، حرف گوش نمیدی همیشه، برای اینکه این شخصیت رو من داشتم. ولی به خاطر همین میخوام بگم خواهر عزیزم، درکت میکنم، میفهمم، ولی خداوند ما رو کنار همدیگه خونده، من اینو پذیرفتم و مطمئن هستم. در جواب سوالی هم که گفتم فکرم جوابشون دادی، گفت سکوت رو به عنوان ضعف میبینن، دقیقا هم محبت بدون قید و شرط، حالا هر چی میخواد ببینه ببینه، بذار ببینه که طرف چی فکر میکنه در واقع. بله. اصلا اهمیتی نداره، چون من قرار نیست زندگی بکنم بر اساس که دیگران چه جوری فکر میکنن. بله. من باید زندگی بکنم آنچه را که درست هست. پس ما باید آنچه که درست هست رو زندگی کنیم، آنچه رو که باور داریم. اگر من باور دارم که من سهمی رو در زندگی دارم، آیا همه کارهای زندگی من همش خودم هم؟ خیر. من به عنوان فرزند خدا میدونم که یه ولی دارم، زیرا که میدونم که ولی من زنده است. آمین. من ولی دارم که به من یک سری مسئولیت ها رو داده. اگر من رو سهم خودم امین و درست بایستم، بقیه‌اش رو به پدرم، به بابای آسمانیم واگذار میکنم و این دیگه نقش پدرم. خیلی وقتا شاید ما نتونیم همسرامون رو عوض بکنیم، ولی یه سوال دارم نازنین جان و عزیزای دیگه که الان این برنامه رو میبینید، آیا باور دارید که خدا قدرت تبدیل داره؟ خدا در کلامش میگه قلب سنگی تو رو تبدیل به قلب گوشتی خواهم کرد. ایخا. یعنی تبدیل ماهیت وجود یک انسان، تبدیل اساسی، تبدیلی که از مرگ به حیاته. پس خدا قادره که همسر ما رو هم عوض کنه. سهم ما باید درست انجام بشه توسط ما و ما نمونه خوب مسیح تو خونمون باشیم، بقیهش رو منتظر زمان خدا باشیم. سالم جان، صداقت توی زندگی برای تو چقدر اهمیت داره و آیا کلن خودت احساس میکنی که آدم صادقی توی زندگی تو همه حوزه‌ها، با خانوادت، مسائل کاریت، مسائل رابطه با دوستانت، آیا فکر میکنی صداقت داری؟ من فکر میکنم اولین شرط در حقیقت یک انسان بودن، مسیحی بودن، صداقت. یعنی من خودم چرا لازمه؟ ببین، به خاطر اینکه
اون چیزی که تو قلبته تو باید همون باشی، یعنی اون چیزی که فکر میکنی همونو به زبون بیاری. برای خدا این خیلی مهمه که ما هرچی که این توه و در قلب ماه همونطور زندگی کنیم. و هم نمیدونم صداقت داشتنم و تو بعد به من بگی که آیا داشتم، یعنی من هیچ وقت خودم دوست ندارم بگم من این آدم هستم، اینجوری هستم، اینجوری هستم. ضعفامو دوست دارم بگم و ضعفامو میگم، چون خودم بهتر از هر کسی میدونم چه ضعفی دارم. ولی برای نکات مثبت من فکر میکنم اگر ثمره قرار تو زندگی ما باشه، بعد اطرافیان بیشتر ببینن و اونها بگن که تو یه همچین آدمی هستی، صداقت دارم، نمیدونم همکاری از شما ها باید به من بگین که صداقت دارم یا نه. ولی برای خود من شرط خیلی بزرگی بود اصلا ازدواج کردن من با مهیار. همونطور که گفت از نظر مالی موقعیت خوبی نداشت، ولی تمام ریز زندگیش رو قبل همون روزی که اولی که اومد خونه ما با من در میون گذاشت، هر چه که بود یعنی تا سال قبلش که حتی دختر خانومی و دوستاش فقط بود ازدواج بشه نشده بود، برای من از ریز حتی روابط هم گفته بود، همه رو باز کرده بود، خانوادگی، شخصی، همه چیز. راحت دارم میگم و اصلا همون باعث شد که نه واقعیتش این بود، اگر من بعدن از کس دیگه میشنیدم ممکن بود ازدواج نکنم، ولی این مسئله باعث شد اصلا ازدواج ما برقرار بشه. و سعی کردم خودم توی زندگیم در همه مراحلم با شوهرم و با همکارام، تو مهمترین چیز برای من یه چیزه توی کار، اولین چیزیه که میدونم اینه که ما همکار مسیح هستیم و با مسیح داریم همکاری میکنیم و میدونم که اگر من بخوام شو بازی کنم، بیام اینجا پای تلویزیون عزیزان هاللویا، بعد تو خونه جور دیگه رفتار کنم، اطرافیانم همونطور که خیلی از عزیزان فرموده بودن در کلیسا نام دیگری داره، اینجوری نیست و دعا میکنم همیشه آنچه را که هستم جلوی دوربین هستم حتما در زندگیم هم همون باشم. اگر که از کسی ناراحت باشم میرم، میدونی شخصیت منا، حتما باش صحبت میکنم، نمیذارم بمونه و تمام روابط هم سعی میکنم تو روشنایی باشه. حالا نمیدونم شما منم تایید میکنم به خاطر اینکه میدونم شخصیت جسوری داری و میگی که یعنی انقدر این شهامت رو داری که اگه اشتباه میکنی میای خیلی راحت میگه اشتباه کردم. پس برای همین احتیاجی نداره که بخوای راستش رو نگی وقتی خودت داری اعلام میکنی. و اینو بارها اتفاق افتاده، دیدیم که چقدر قشنگ اومدی نشستی صحبت کردی. اینو من شهادت میدم. بعد تو کلیسای هفتی که شما میبینید، ما یه روز در هفته با همدیگه جلسه داریم، تمام خادمین کلیسای هفت، و حتی اونجا انتقالاتی که از ما میشه رو میایم به همدیگه میگیم که برای همدیگه دعا بکنیم. پس اینو انقدر راحت یعنی هستش که میتونیم با همدیگه اینو خیلی صادقانه بگیم. من اینجا میخوام یه آیه رو در میون بزنم با اجازه برادر. در یوحنا فصل 14 آیه 26 میگه که لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. ببین ما یه هدیه‌ای داریم، دعا میکنم فراموش نکنیم. زمانی که تو قلبت رو به عیسی مسیح میدی، روح القدس درون تو هست، ولی ما انسان‌ها بعضی وقت محزونش میکنیم. اما روح القدس که در ما بیدار باشه، ما رو یاداوری میکنه، تعلیمات رو به ما یاداوری میکنه، صداقت رو به ما یاداوری میکنه. وقتی خواهر سالم به فکر یاد خواهر سالم میافتم، اون صداقتش واقعا، چون که روح القدس در او زنده است و جلال رو به روح القدس میدیم، چون که تو نفس خودمون ما خودمون خراب میکنیم. و اینو ما همه چهار تا میتونیم اینو اینجا اعتراف بکنیم و اینو بگیم. ولی روح القدس رو خداوند به ما داده، خواهش میکنم محزونش نکنیم، بیایم تمرین کنیم که در ما زنده باشه، در ما حرکت بکنه. حالا من یه سوال دارم. قرار نیست که شما از همه سوال بکنید. راجبه که شما مثلا غیبت کنید، آره ما 5 روز شب خاطر شما خودتون نپرسیدین. از اول این در باز بود که شما هم از من سوال بگید که 5 روز مونده. حالا من یه سوال دارم. وقتی من خیلی عصبانیت میکنم چه حسی پیدا میکنم؟ آخ. عرض کنم موضوع شما که سوال خوبی بود. فکرشو بخواید، همونطور که از اول برنامه گفتم، همیشه هم گفتم اینو، که ماها آدمای عادی هستیم و همینطور که شما تو زندگیتون خیلی از چیزهای روزمره اتفاق میفته، برای ما هم همین هست. این که فکر بکنید مثلا من و سالمه جان هیچ وقت با هم جر و بحث نمی کنیم، هیچ وقت با هم اختلاف نظر نداریم، همه چیز خیلی روحانیه، با مزامیر واقعا با هم دیگه حرف میزنیم، نمیدونم از امثال برای هم دیگه مثال، نه اینجوری هم نیست. بذارید راحت بهتون بگم، مزمور 90 عزیزم، زندگی حقیقی، ایمان ما حقیقیه،
و ایمان ما و باور ما و رشد روحانی ما باید به طور روزانه در زندگی ما دیده بشه. اما اون ضعف‌ها، اون اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه‌ها، مودهای ما آدم‌ها، ما توی وقتایی از خواب پا میشی سر حال نیستی. من جمله همین امروز صبح از خواب که بلند شدم خیلی سر حال نبودم. منم شخصیتی دارم گاهی وقتا اینجوریام، یه ذره تو خونه گیر میدم، علکی هم گیر میدم، یعنی دنبال یه بهونه ای هستم به شکلی یه ذره بد اخلاقی میکنم. از خودم خواستم که اینو ورداره راستشو بخواید، و سالم جانم متحمل منه، حقیقت دارم جلو شما هم دارم اعتراف میکنم. و همسر بودن یعنی همین زمانایی که ایشون من در عصبان، اولا یه چیز متقابله، من هم خب خیلی جاها ممکنه حرکات، گفتار، رفتار و جنات، سکنات و خیلی از مسائل زندگی ممکنه باعث ناراحتی و دلخوری یا عصبانیت سالم جان باشه. اما یه چیزی که یاد گرفتیم، خشممون رو یاد گرفتیم که کنترل بکنیم و سعی میکنیم به قوت روح خدا نذاریم که کار اونقدر بالا بگیره که بخواد منجر به در واقع صدمات جبران ناپذیر بشه، و که البته اون هم حتی پیش اومده تو زندگی زناشویی. به هر حال زندگی توی مسائلی و توی دره‌های میره گاهی وقتا که این دره‌ها خیلی فشار میاره به آدم، اما به مرور هی داریم یاد میگیریم. و زمانی که الان عصبانی میکنه سالم جان، من راستشو بخواید از این سوالی که همیشه حرفی که بهش میزنم میگم اوکی سالم عزیز، اصلا ولش کن این داستانو، چون اون موقع توی مودی که بخوام صحبت بکنم نیستم. البته اینم بگم اگر موضوع مهمی باشه حتما توی فرصتی که وقت حالت در واقع نرمال دارم و حالتم حالت طبیعیه و دیگه از اون حالت عصبانیت و خشم آزاد شدم، حتما راجع به صحبت میکنم و هیچ چیز حل نشده باقی نمیگذارم. ولی توی اون لحظه سعی میکنم که به جنجال دامن نزنم و به اختلاف نظر دامن نزنم، کما که پیشم میاد در طول زندگی روزمره. یه وقتایی یه دفعه دیگه هم با خود سالم جان این برنامه رو داشتیم که داشتم میگفتم که خارهای ما باعث آزار همدیگه میشه، و اینطوری نیست که ما همیشه فقط خیلی موجودات لطیف و مهربون و خوب باشیم، نه، یه وقتایی حتی حالا اتفاقا موعظه فردا که من به فیض خدا در خدمتتون خواهم بود، حتما موعظه فردا رو گوش کنید، چون راجع به یکی از موضوعاتی میخوام صحبت بکنم که از بزرگترین مشخصه های انسانه و میخوام با همدیگه مقداری اونو فردا باز بکنیم. برای من درخواست شده که این عکسو بهشون نشون بدیم. این زمانی که ازدواج کردن 16 سال ازدواج، ما چند سال پیشه؟ نه نه این مال بدون سیبیل، برای مهیار بدون سیبیل نشون بدین لطفا. این عکس مال 10 سال ایزان که آرزو بدن، چون خیلی دوست دارم بدون سیبیل. دانشگاه سیبیلاش خیلی تو چشم می‌زد. من میگم این عکس مال یه ذره اینو بالاتر بگیر، نور افتاده توش. نه این وقتی عکسو گرفتم از عکس، من پریشب خونه ایزان بودم عکس گرفتم از عکس، اینجوری شد. این مال 10 سال پیشه و وزن بنده 85 کیلو بود. الان خب عدد خیلی متأسفانه بالاتره. شما الان چند سال ازدواج کردین؟ ما الان 18 سال. 18 ساله. و خدا رو شکر می‌کنم واقعا نمونه هستین. تبریک میگم، خدا رو شکر براتون. هر قاره دنیا هم یه بچه دارین، خدا رو شکر. ما یه بچه در ایران از قاره آسیا، یه بچه در اروپا در بلژیک از قاره اروپا، و یه بچه در آمریکا از قاره آمریکا، و در سه قاره کره ماه و مریخ مونده فقط. و به خداوند گفتیم لطفاً ما رو برای استرالیا و آفریقا برای میشنری و خدمت دیگه نفرست، همینجا لطفاً استاپ کن ای خداوند، ما همینجا خدمت میکنیم فرزندان تو. داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم. میدونم که زندگی ما همیشه فراز و نشیب زیاد درش هست. امروز خواستم با گوشه‌ای از فراز و نشیب زندگی کسانی که شما رو خدمت می‌کنند آشنا بشید. هدف ما این بود که بتونیم به شما نشون بدیم که تو زندگی حقیقی چطور هستیم. خانواده هفت معنا و مفهومش اینه که با هم دیگه گپ و گفتگو خودمونی داریم. تو و بیرونمون اینطوری نیست که با هم فرق بکنه، بلکه حتی مسائل و مشکلاتمون رو به راحتی میایم روی تلویزیون میگیم. همه این کارا رو به این دلیل می‌کنیم که به شما نشون بدیم که چطور باید شفاف باشیم و یه فرزند خدا چگونه باید در شفافیت زندگی بکنه. وقتی در شفافیت زندگی میکنی، وقتی من حتی به راحتی از ضعف‌های اخلاقی تو خونم در حال حاضر یه وقتایی میام شهادت میدم، میگم قبلا اینطوری بودم حالا خوب شدم، ولی من حتی این شهامت دارم که میام و میگم که الانم در حال حاضر این ضعف‌ها رو حتی تو خونه دارم، برای من دعا کنید. این در واقع یه پیغام برای شما که در شفافیت زندگی کن، خانوادت رو قدرش رو بدون، خانواده هفت رو خانواده خودت بدون، در این محبت رشد کن، بدون که ما دوستت داریم، بدون هدف از تمامی این برنامه‌ها ایجاد یه رابطه عمیق و یک رابطه در واقع دوستان است که دست تو دست همدیگه به اون اراده خدا برسیم. خدا برای ما ایرانی‌ها، برای ما فارس زبان‌ها برنامه‌های عالی داره، داره اتفاق می‌افته، داره محقق میشه کار عظیم خدا.
امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. شما رو به دستان پرفیض خداوند میسپارم تا فردا که در کلیسای هفت در خدمت شما خواهیم بود با پرستش و با پیغام. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید. خدا نگهدار. و نازنین جان باز هم دعا میکنیم که خدا زندگی شما رو برکت بده. آمین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.